شیش هفت سال مملکت درگیری چیزی به اسم برجام هیچ پلن بیام هم نداره یعنی بگی مثلا این نشد این یکی نقشه شماره دو چیه داداش برجام نشد چیکار کنیم هیچ چی ذره نگاه به داخلم نداره کاری هم با همسایه‌های های برمون نداره تمام برنامه رو بسته بود به کشور اروپایی من مذاکره میکنم یه صد میلیارد دلار پول چیکار میکنم برمیگردونم اینجا فلان میشه حرفشم چی بود اونا مذاکره بلد نیستن ما بلد نیستن. درسته جز اینه مردم اعتماد کردم گفتم بفرمایید این ریش و اینم قیچی رفتن هسته رو تحویل دادن سوخت 20 درصد اون تموم شد عراق که قلبشو قلب راکتور رو بتون ریختیم ببین خیلی فنی اونا گفتم بزن نه گفتن قلب راکتورتون رو بهتون بریزید چون میدونستن دیگه درستش کنم خب وقتی این کار کامل انجام شد گفتن نه خدافظ ما از برجام یه طرفه میایم بیرون آمریکا اومد بیرون شما رو با خود میگه خب ایران هم میومد بیرون درسته نه همه دنیا میپذیرن دیگه میگن نامرد کرد توی بخشی از برجام اینا یه چیزی لحاظ کردن به اسم مکانیزم ماشه یعنی اگر ما می اومدیم بیرون اگه اونا می اومدن بیرون ایرادی بگید ما می اومدیم بیرون تمام تحریم دوباره برمیش و جالب اینجاست برای این بخش دو تا کشور هستن که مثل روسیه و چین اگه بخوان یه چیزی مثلا علیه ایران خیلی جدی مثلا تصویب کنن ممکنه وتو کنن این بندم آورده بودن که روسیه و چین حق وتو نخواهند داشت اینا این هم قبول کردن امضا زده بودن برید این خیلی عجیبه بعد ایران گفتش که آقا اینجوری نمیشه که نامرده کشور اروپا گفتن بلش کن با ما ادامه بده گفتیم باشه با شما ادامه بده آمریکا رفته بعد دیدیم اروپایی ما رو از تحریم در نمیارن فرانسه میگه 15 میلیارد دلار از نفتی که فروختی رو من بهت پس میدم میخوا خوبه 15 میلیارد خوبه غنیمته بده 15 نه پول نمیدم چیکارا بکنیم باید کالای فرانسوی بخری ببریم والله به خدا اگه اینا زمان قاجار بود کتاب های تاریخ رو داشتید میخوندید ورق ورقش فش میدادید رد میکردید کار به کجا رسیده ما میگیم دارو به همون بدید عوض پوله دارویی که به چه درد من میخوره باش میخوام موشک بزازم تو دادن دارو داره اشکال داره وزیر بهداشت ما اومده میگه یکی از جاهایی که ما دارو رو وارد میکردیم همین سردار سلیمانی بود من که میگم که آی وزیر دولت داره میگه ایشون برای ما دارو آورد هر جا گیر میکردیم به او میگفت برای اون می چون روابط داشت این کشورها نجاتشون داده بود جونشون ها مدیون بودن مدیون ایرانیا بودن کل برنامه هایی که این دولت رفت انجام داد این دولت محترم های دکتر روحانی رفت انجام داد قرارداد اقتصادی بس مهمترینش با کدوم کشور بود عراق درسته عراقی که چرا چون کمکشون کرد یه چیز عجیب به شما میگم یک سوم اقتصاد ما با چین گره خورده سی و درصد اقتصاد ما با چینه یک سال و نیم آقایان سفیر در چین معرفی نمی کرده. شما تو کشورهای مختلف رایزن اقتصادی داری برید نگاه کنید تو کشورهایی که ما مراودات اقتصادی جدی داریم اوضاع رایزنی اقتصادی ما چجوری یک سری از کارمندهای اوزه اقتصادی رو فرا خوندن گفتن حقوق نداریم بهتون بدیم اینا کی اینا اون کسی که تو اون کشور یه تاجر بعد به این رجوع کنه حقوق ندارید بدید پول دارید برید سنای چند میلیاردی برای اونجا درست بکنید جوکه ها میلیون ها نفر حقوق بدی سی نفر حقوق ندید چون مگه چند تا کشور هستن که عمده مرابدات اقتصاد شما با اوناست با هزار مشکل و فلان دلار وارد کشور میشه با یه طرح 18 میلیارد دلار کل دلار ریختن تو جیبه واردات کنه 18 میلیارد دلار